حال که داره متن شما رو دریافت میکنه داره روی یه دیوایسی غیر از کامپیوتر میبینه و باید بتونه خیلی راحت ببینه، نیاز نباشه اگه بخواد زوم کنه و فلان ها، خیلی راحت و سریع بتونه ببینه و برسه به یه تصمیم در استفاده کردن از متن شما یا نه. اگر قرار باشه که سخت باشه و به خاطر با بدبختی و فلاکت ببینتش، ممکن اصلا باعث بشه که کلن بی خیال متن شما بشه. خیلی جالبه که در اکثریت جاهای مختلف و در تمام آموزش‌های متنوعی که داره الان انجام میشه، هی دارن یه چیزی رو مطرح میکنن تحت عنوان اینکه شما خدمتتون عرض شود که بحث سوشیال میدیا رو هی مطرح میکنن. هر جایی که میریم داریم میچرخی میبینی که دوباره میخوری به بحث سوشیال میدیا و دارن میگن که از سوشیال میدیا در اون بحث ارتباطی با رسانه ها استفاده ببرید و ازشون بخواین که اونها کار شما رو جلو بندازن، یعنی هی از اونها بخواین که از اونها از استفاده از ابزار سوشیال میدیا باعث بشه که شما ارتباطتون رو با اونها بیشتر کنید. حالا دلیلش خیلی ساده است، دلیلش همین است که خود رسانه ها الان هجوم بردن و دارن از سوشیال میدیا ها استفاده میبرن و به همین دلیل این ارتباط دو طرفه وجود داره که شما میتونی از ابزار سوشیال میدیا در این استفاده کنید. چیزی رو الان برای همه گذاشته، میتونید ببینید. محمد جواد تقریبا این که درست کردید 90% درسته، فقط یه چیزی که باید به آخرش اضافه بکنید کانتکت لیستاتونه، یعنی که شماره تلفن و ایمیل هایی که از فرد به دست میاد. ببین آدرس تلفن و ایمیلی که میبینید و توضیحات خیلی خوبه، این مال خود رسانه است. حالا بعد از این تیکه شما یکی یکی خبرنگارها رو بهش اضافه میکنید، خبرنگار، عکاس یا افرادی که دارن اونجا با شما هستن با تایتل شغلی که دارن، اون رو به این لیست اضافه کن. این 100% همین کتاب راهنمایی است که ما درباره‌اش صحبت کردیم. خیلی هم خوب، عالی، کار درستی که اینقدر سریع تونستین رو برامون آماده بکنید. اینو توی چیزام بذارش، توی دو تا گروه، تو گروه بیزنس دیسکشن کانادا بی ام سی هم توی تلگرام بذار. بعد خب عرضم به حضور شما که داشتیم درباره سوشال میدیا صحبت میکردیم که هر کدوم از این سوشال میدیاها، حالا زمانی که خیلی حرفه‌ای‌تر شروع می‌کنید بهش نگاه کردن، هر کدوم از سوشال میدیاها یه مجموعه ابزارهای متفاوتی دارن. یعنی اینکه مثلا وقتی از توییتر استفاده می‌کنی، دنیای توییتر با دنیای خدمتتون عرض شود فیسبوک فرق می‌کنه. ابزارهای متفاوتی دارن، هر کدوم یه دنیای ابزارهای مخصوص به خودش داره و این ابزارها داره به شما میگه که یه اصلا جان تو فرم چی گفتی؟ اونجا که نوشتی پرینتینگ میدیا، اون رو از اونجا بردار و شما فقط باید بنویسی که چه مدل از رسانه‌ای هست، بخاطر اینکه هم آنلاین میدیا داریم، هم پرینت میدیا داریم، هم تیوی، هم رادیو، رایت؟ بنابراین شما چهار مدل میدیا داریم. بعد ببینید که کدوم یکی از این چهار مدل هست. ممکنه دو تاش باشه، ممکنه سه تاش باشه، ممکنه هر چهار تاش باشه، ولی تو الان دو تاشو نوشته. یاد باشه تیوی و رادیو رو هم اضافه کنید.
بعد یه چیز دیگه که نوع رسانه رو آوردی به عنوان روزنامه، اوکی خیلی اوکی. دنباله بحثمون این که آره هی در اون ستون هی برای خودتون اضافه میکنی. سوشیال میدیا رو پس گفتیم هر کدوم از سوشیال میدیاها ابزارهای متنوعی دارن و هرچی شناخت شما از این ابزارها بیشتر میشه به همون نسبت درصد شما دست شما رو بیشتر باز میکنه به کمک کردن به اینکه چطوری با رسانه ها از طریق این ابزارها ارتباط برقرار کنید. زمانی که داریم درباره مثلا میگم یه پرایوت مسیج صحبت میکنید، پرایوت مسیج ساده است ولی میتونه خبرنگارهای متعدد شما توی سوشال میدیا پیداش میکردشین و اونا رو انگیج کنید با صفحات خودتون از طریق پرایوت مسیج یا اینکه بر اساس علایق اون آدم ها میرید نگاه میکنید اینا چه تیپ علاقه دارن، یعنی کدوم یکی از اینها مناسب هم میکنه به شما میکنه و اونها رو میذارید توی اینکه از صفحات سوشال میدیای شما به چه شکل شمایی استفاده کنن. پس ابزارهای داخل سوشال میدیا ها رو میرید یاد میگیرید و استفاده میکنید برای کارتون. یا آمار میگه که 69% از خبرنگارا روی اعتماد دارن به اخبار آماده‌ای که توسط روابط عمومی های حرفه‌ای براشون ارسال میشه. یعنی به محض اینکه یه روابط عمومی و یه منبع خبری رو مثل همین سوشال میدیای شما رو بذارن توی لیست خوبهای خودشون به عنوان اینکه شما کارتو حرفه‌ای داری انجام میدی و حرفه‌ای هستی، نزدیک به 70% از خبرنگارها با اعتماد به شما، یعنی اعتمادی که به شما پیدا میکنن به عنوان کار حرفه‌ای که میکنی، میان و مطالب شما رو به عنوان یه سورس استفاده میکنن. توی ارتباطات با خبرنگارها اگر که ازشون جواب نشنیدین، یادتون باشه که مثلا به این معنی که نه ما اینترست نیستیم روی این مدل خبرها یا دنبال نمی کنیم، اینها رو از شبکه روتین ارتباطیتون در میارید ولی میذارید تو اون شبکه ای که چند وقتی دفعه بهشون چیزهای جذابی رو که آفر دارید بهشون پیشنهاد بدید. مثل گفتیم یه مثلا یه کوپون، یه سرویس مخصوص، یه چیز مجانی، رایگان، این چیزایی که دارید یه برای رسانه ها میخواییم بذارید و یه دفعه میتونید از طریق اینها بیایم دوباره به اینها هم اطلاع رسانی کنید، حتی اگر اینا جز اون کسانی باشن که گفته باشن ما این تیپ اخبار رو یا این برنامه رو اصلا نمیریم و مصرف نداره، به ما در ارتباط دیگه نباشیم و به ما ایمیل نزن. توی تنظیم مسائل خبری و محتواتون قبلا تو کلاس‌های دیگه هم حرف رو زدیم که سعی کنید تا حد امکان که میشه از آدم‌های حرفه‌ای و اکسپرت استفاده کنید، یا به صورت پروژه و یا به صورت دائم در سیستمتون بسته به هیکل سیستم و اینکه سیستم شما نیازش به چه شکل باشه، برای چقدر ایجاد خبر توش بود، چقدر ایجاد محتوا توش ادامه داره، دنباله داره، از آدم های حرفه‌ای وقتی استفاده میکنید شما عملا باعث میشین که مطالبتون استفاده بشه، یعنی که بیفته در جریان بشین جزء منابع مورد اعتماد رسانه ها و از اون منبع استفاده بشه، چون ببینن که تمام قواعد و قوانین درست خبری رو رعایت کردین، تمام اون چیزهایی که اونا دوست دارن از شما ببینن، به معنی از شما از یه چیز آماده که برای خودشون زحمت ایجاد نکنه و با
هولیوود رو تو گلوبرش دارن و استفادهش بکنن، این به شما این قدرت کاری رو به شما میده که بتونید بشید طرف مورد اعتماد اینا. پس برای مورد اعتماد شدن رسانه ها که یکی از مهمترین استپ قدم هایی هست که باعث میشه که متریال هایی که شما درست میکنید دیده بشه و توضیح بشه، واقعا چون همه این کار رو میکنیم که دیده بشه دیگه، این تمام این حرکت ها رو میزنیم که اونها واقعا بردارن و استفادهش کنن، و اینا خب استفاده نکنن شما همه این زحمات به باد میره دیگه، این همه زحمت داری برای چی میکشی، این همه هزینه وقت فلان. پس بنابراین سعی کنید از آدم های حرفه‌ای استفاده کنید، چه به صورت پروژه چه به صورت دائم، که این آدم ها برای شما تولید محتوا رو انجام بدن، یا اینکه بخش اولیه محتوا رو شما آماده میکنید و میدین به ادیتورهای حرفه‌ای که براتون ادیت و مرتبش کنن و قابل استفادهش کنن. یعنی شما مطالب رو آماده میکنید، مطالب رو میدید که براتون همیشه ادیت بشه. توی ابزارهای امروزه که بحث تنوع رسانه‌ای که پیدا شده، شاید این مقدار کار شما رو پیچیده‌تر و سخت‌تر می‌کنه در اینکه اون فرمت‌هایی که باید تنظیم می‌کنید، یادتون باشه به شما گفتم برای اینکه موفق‌تر بخواید بشین و تضمین کنید موفقیت خودتون رو، شما باید هی فرمت هایی که اونا مصرف دارن و بر اساس اون نیاز اونها مصرف می‌کنن. اما یه سری چیزای اصلی خب باید رعایت کنید. چیزی که دارید شما برای تلویزیون یا رادیو می‌فرستین باید فرق بکنه با اون چیزی که دارید می‌فرستین برای یه پرینتینگ میدیا، یا توی آنلاین میدیا که دارین کار می‌کنین باید چیزی که برای آنلاین میدیا می‌فرستین متفاوت باشه با اون چیزی که دارید برای رسانه‌های مکتوب معمولی می‌فرستین. حتی تو آنلاین میدیاها خود همونا هم چیزی که شما برای بلاگ می‌فرستین خیلی باید متفاوت باشه با اینکه چیزی که دارین برای یه دونه مجله معروف اینترنتی می‌فرستین. ممکنه که استایل‌ها و روش‌های متفاوتی داشته باشن. بعضی از ما اینطوری هستن که اصلا همه مطلب شما رو تو یه صفحه میارن، بعضی رو می‌بینید در صفحات متعدد میارن. این بر اساس شناخت شما و اون کسی که ترکیب‌های کاری شما رو داره تنظیم می‌کنه خیلی کار اینا رو راحت میکنه در استفاده کردن متریال شما. هرچی نزدیکتر باشین به اون فرمت هایی که اونها در روتین کارشون استفاده میشن، درصد موفقیت شما در حضور در رسانه ها بیشتر و بیشتر خواهد بود. مطالبی که دارید آماده میکنید و چندین بار چک میکنید که توش اگر اشکالی داشته باشه، یعنی که شما مثلا چیز غیر واقعی رو توش گفته باشین و شما جز اون trusted list لیستای مورد اعتماد رسانه ها باشین و این بره و توش مشکلی پیدا بشه، شما مثل همون قانونی میشه که شما گفتم یه قولی ندین که نتونید انجام بدین، شما رو از گردونه لیست مورد اعتمادشون خارج میکنن و به این سادگی دیگه شما بهتون بر نمیگردن، اون اعتماد رو شما نمیتونید جذب کنید. اگر شما رو نشناسن اون بیاعتمادی نشناختن خیلی فرق میکنه با بیاعتمادی خرابکاری. بیاعتمادی خرابکاری رو پر کردن بسیار سخته، دوباره جبران کردنش، ولی بیاعتمادی از این نظر که شما رو نشناسن در طول زمان ایجاد شدنی هست و ساده است میشه ایجادش کرد. پس سعی کنید که اون یه وقت توی مطالبی که دارید به اینا میدین یه وقت قلوب و علکی نکرده باشه، یه جایی به توش خالی بندی نداشته باشه، یه مسئله نداشته باشه که مسئله ساز بشه در کاری که شما هستی، یعنی کسی دیگه بیاد به اینا ترسانی کنه آقا اینا همه اینا که گفتن علکیه و اینا همه یه سری صحبت هاییست که فقط خودشون مدعیان و فلان زرفا.
اگر تو این دنیا میریم ما این مال بیزنس هاییست که الکی فقط یه مقطعی اومدن بیان برن. اگر به قرار بیزنس دنباله دار باشیم و میخواین ارتباطتون رو با رسانه ها داشته باشیم، باید حواستون به راستگویی ها و مطالب اون باشه. بله رایان، غلط دیکته ای رو به شدت روش حواستون جمع باشه که چیزی از دستتون در نره، چون میگم اینا عیناً ممکنه مطلب شما رو با این اعتمادی به شما میکنن عیناً استفاده کنن و اگر شما توش مشکلی پیدا بشه شما رو میذارن توی لیستای درجه 2 3 و پایین‌تر، و هرچی شما درجه اعتماد اونها رو کمتر بشه درجه اعتماد اونها به شما، به همون نسبت شما در حضورتون در رسانه‌ها تاثیر مستقیم میذاره، هی کمتر و کمتر میشه. هرچی اعتماد به شما بیشتر باشه حضور شما در رسانه‌ها بیشتر و بیشتر خواهد شد. یکی از کلک‌هایی که میتونید بزنید که تو رسانه‌ها بیشتر قرار بگیرید، حضور بیشتر در بیرونه، یعنی باید بیشتر شناخته شده بشین. هرچی بیشتر شما شناخته شده بشین رسانه ها شما رو جدیتر میگیرن. بر اساس اون لیستی که داریم درست میکنیم که کی داره بازار هدف ما رو کاور میکنه پوشش میده، ما میایم بر اساس اون لیست هدف که داره پوشش پیدا میکنه تاثیر رسانه هایی که ما رو پوشش میدن نگاه میکنیم ببینیم چطوری میتونیم بیشتر دیده شیم. یادتون باشه گفتم مثلا تو برنامه خیریه بریم، تو اتفاقات محلی که داره اتفاق میفته بریم اسپانسر یه سری ایونت ها بشیم، توی برنامه‌ای که خود این رسانه‌ها حضور دارن بریم یه جوری پاون رو باز کنیم، یا بریم اسپانسر بشیم، یه جوری غرفه داشته باشیم، یه حرکتی بزنیم که به درد اینا بخوره. اون آفری که مخصوص رسانه‌ها میدیم یعنی چی؟ یعنی یه استراتژی داشته باشیم برای اینکه رسانه‌ها ما رو بشناسن. هر چی بیشتر شناخته شده‌تر میشیم اونها ما رو جدی‌تر می‌گیرن و رابطه برقرار کردن با اینها ساده‌تر میشه، که اون قدم بعدیمون رو برمی‌داریم که ایجاد ارتباط. رایان میگه زیاد دیده شدن باعث نمیشه که ارزون بشیم، چون اون رسانه چیز جدید و جذاب دیگه از ما نداره که